دوم قرنتیان فصل دهم. اکنون من پولس به خاطر تواضع و ملایمت مسیح شخصا از شما درخواست می کنم. آری، همان پولس که بنابر گفته بعضی از شما پیش روی شما بی کبر و ملایم ولی دور از شما سخت و بی ادب هستم. از شما التماس می کنم که مرا مجبور نسازید. وقتی با شما هستم با سختی با شما رفتار کنم، چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنند ما با انگیزه های دنیوی عمل می کنیم گستاخ باشم. اگرچه ما در این دنیا بسر می بریم، اما جنگی که می کنیم دنیوی و جسمانی نیست. اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند قلعه‌ها را ویران کنند. ما هر نوع فلسفه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین می‌بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی می کنند مجازات خواهیم کرد. به آن چی در پیش چشمان شما قرار دارد توجه کنید. آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم. شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود فخر کرده باشم، ولی پشیمان نیستم، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما. فکر نکنید که می خواهم با رساله‌های خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید رساله‌های او سخت و مؤثرند، ولی حضور او بی اثر و بیانش تأثیر ندارد. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به وسیله نامه می نویسم، هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خیش را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم. وقتی آنها خود را با یک دیگر می سنجند و با هم دیگر مقایسه می کنند، نشان می دهند که چقدر احمق هستند. و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم، یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است، و آن شامل خدمت شما نیز می شود. وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدوده وظیفه ما قرار دارد، از حد خود تجاوز نمی کنیم، زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم. ما از آن چی دیگران در خارج از محدوده وظیفه ما انجام دادند به خود فخر نمی کنیم، بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع‌تر سازیم تا آخر بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم. و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا در حوزه وظیفه شخصی دیگر انجام شده است فخر کنیم، چنان که کلام خدا می فرماید هر کی بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید، زیرا خودستایی شخص را در حضور خدا قبول نمی سازد، بلکه فقط وقت خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست.